بایدن رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید از فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن استقبال می‌کند و انتظار می‌رود از آنچه واشنگتن به عنوان طرح و برنامه بی‌سابقه توکیو برای تقویت توان نظامی‌اش پس از جنگ جهانی دوم در مواجهه با نگرانی‌های مشترک درباره چین می‌داند استقبال کند. جان کربی مسئول رسانه‌ای شورای امنیت ملی کاخ سفید دیروز در کنفرانس خبری از انطباق دیدگاه توکیو و واشنگتن در مورد حفظ امنیت در حوزه اقیانوس‌های آرام و هند صحبت کرد. همه این تحرکات نه تنها توانایی ترکیبی ما برای دفاع از ژاپن را تقویت می‌کند، بلکه به ایالات متحده و ژاپن اجازه می‌دهد تا صلح و امنیت را در منطقه اقیانوس‌های هند و آرام فراهم کنند و بازدارندگی را در منطقه و جهان تقویت کنند. وزرای خارجه و دفاع ژاپن که در آمریکا به سر می‌برند با مقامات آمریکایی و سازمان ملل دیدار کردند. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا در جلسه مذاکره با همتای ژاپنی خود به ادامه اجرای برنامه‌های مقابله دو کشور با چالش‌های مشترک در جهان اشاره کرد. امروز ما عمیقاً نگران رفتار زورگویانه چین در تنگه تایوان و در آب‌های اطراف ژاپن هستیم. ما همچنین به شدت نگران اقدامات تحریک‌آمیز کره شمالی علیه ژاپن و همسایگانش هستیم. آمریکا اعلام کرده است که حضور نظامیان خود را در پایگاه‌های مستقر در ژاپن افزایش خواهد داد و تجهیزات نظامی را بر پایه سناریوی حمله احتمالی به تایوان تعدیل می‌کند. ژاپن در اواخر سال گذشته اعلام کرد طی یک برنامه 5 ساله بودجه دفاعی خود را 2 برابر خواهد کرد و به 2% تولید ناخالص داخلی میرساند. توکیو اعلام کرده موشک‌هایی در دست تهیه دارد که میتوانند کشتی‌ها یا اهداف زمینی را در فاصله 1000 کیلومتری منهدم کنند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.